هواوی نووا 9 خوش دست، خوش ساخت، مدعی. قراره بپردازیم بهش، ببینیم چند مرده حلاجه. پس سلام به موبکس دوست داشتنی، من مهدی شجری هم. خیلی خوش اومدید به ویدیوی دیگه، یه ویدیوی بررسی گوشی که تو بازه قیمتی 11 میلیون تومنه با دو تا رقیب اصلیش، یعنی 11 تی شیائومی و i52s سامسونگ، قرار مقایسهش بکنم. اگه قصد خرید گوشی دارید این ویدیو رو تا آخر ببینید، اگه قصد خرید گوشی هم ندارید این ویدیو رو تا آخر ببینید. لطف بزرگی است به ما، لایک و بندازید پای ویدیو. بریم سراغ بخش اول، بخش طراحی، جایی که خوش دست، خوش ساخت، متریال خوب، جنس خوب، وزن خوب، شیپ خوب، خوش دسته واقعا این گوشی. پشت گوشی یه بدنه دوندون باحال داره که جای اثر انگشت روش نمیمونه. بیرون زدگی دوربین خیلی کمه، یه قاب بیزی تور دایره‌ای که از بغلا کشیده شده، از بالا پایین کشیده شده. یه دونه لنز اصلی اون بالاه، سه تا لنز دیگه و یه فلش این پایینه. یه شیپ باحالی داره، یه لوگو نووا اینجا خورده، یه لوگو هواوی. دور تا دور گوشی هم یه کیفیت خیلی خوب داره که زیرش درگاه تایپ سی و خشاب سیم کارت که دو تا سیم کارت رو پشتیبانی می‌کنه، خبری از رم توش نیست. اسپیکر و میکروفون، لبه سمت راستش دکمه پاور رو کم و زیاد کردن صدا. بالای گوشی یه میکروفون دیگه و لبه سمت چپ گوشی هم کویر از چهار طرف پشت و جلو چپ و راستش. یه کروی داره که خوش دستش میکنه این گوشی و پنل جلویش هم نمایشگر کرو داره که تقریبا 87% 85-6-7% نمایشگر رو به خودش اختصاص داده این پنل. یه مقدار دور دوربین سلفی اون پانچوله حاشیه‌های زیادی داره، از بالا و پایین حاشیه‌ها باز به نسبت زیادن چون صفحه نمایش کروه و خمیده است. حاشیه‌ها از بغل خیلی کم و حس خیلی خوب میده. اسپیکر مکالمه همون بالا دیده میشه، ضخامت فوق‌العاده کم، تماماً باعث میشه که این گوشی واقعاً خوش دست باشه به نسبت تمام رقبای هم قیمت خودش. خیلی خوبه، فقط یه ایراد داره، اینا میگن که گواهی آی پی نداره و شما ضد آب و ضد گرد و غبار رو نمی‌بینی، در حالی که i52s سامسونگ چیزو داره، آی 67 داره که میتونه یه مقدار ضد آب باشه، ولی این گوشی نداره. این از بخش طراحی که میتونم بگم یه امتیاز خیلی خوب میگیره. بخش بعدی بخش صفحه نمایشه، جایی که یه پنل اولد 120 هرتز 1080 10 بیت میبینیم که 1 میلیارد رنگو داره، روشنایی فوق العاده خوب، کیفیت فوق العاده خوب، رنگ ها خیلی جذاب. واقعا تو بخش صفحه نمایش میتونم بگم که بی‌نقصه و واقعا صفحه نمایش خوبی رو میبینید توی نووا 9. فقط یه ایراد داره که من ایراد میگیرم ازش، شاید شما خوشتون بیاد، اونم نمایشگر کرو بشه. من خودم خیلی با نمایشگر کرو نیستم، نمایشگر تخت رو بیشتر دوست دارم، ولی این کرو بودنه حاشیه‌ام کمتر میکنه. در مجموع توی بخش صفحه نمایش هم حرف برای گفتن داره و کامل میتونه با رقیبای خودش تو این بازه قیمتی 11 تی و A52S رقابت بکنه، چون همشون سوپر امولد یا امولد یا اولدن و 120 هرتزی ان، 1080 هم هستن. روشناییاشون هم تقریبا تو یه لول. یه باگ دیگه داره، اونم اینه که معلوم نیست محافظتش از با چیه. تو این بازه از نظر محافظت صفحه نمایش 11 تی گوریلا گلس وکتوس داره، A52S گوریلا گلس 5 داره، ولی این گوشی هیچ اطلاعاتی از صفحه این محافظ روی صفحه نمایشش نیست، ولی از نظر کیفیت و روشنایی و اینها واقعا خوبه. بخش بعدی بخش باتری، یه جای لبه تیغ، از یه طرف خوب، از یه طرف نه خیلی خوب. تو بخش باتری یه باتری با ظرفیت 4300 میلی آمپر ساعت میبینیم، A52S 4500، 11 تی 5000. توی اینها 11 تی شارژدهی بیشتری داره. این گوشی هم اینجوری نیستش که اذیتتون بکنه، یعنی شما میتونید یه صبح تا شب و باش دووم بیارید با همین 4300 تا، اگر که مراعات بکنید. اگر استفاده زیاد داشته باشید مثل بازی کردن و عکاسی و فیلمبرداری و اینها، تقریبا مثلا 10 ساعت میتونه بهتون شارژدهی بده که خوبه دیگه، یعنی میتونست بهتر باشه. ولی اگر بخوام با رقباش مقایسه بکنم، این با i52s تقریبا تو یه لولن، این یه مقدار پایینتره، 11 تی هم که از همه بالاتر. اما اون پارت خوبش آداپتور 66 واتیه که تو جعبه این گوشی هست، فول شارژ شدنش حدود 50 دقیقه، شاید کمتر، 45 دقیقه طول میکشه، که واقعا خوبه و به نسبت رقبای خودش حرف برای گفتن تو شارژ شدن داره. از i52s که رد میشه با شارژر 25 واتی، اون ور 11 تی هم یه ذره همین حدوداست دیگه، 66 67 که با هم رقابتشون سنگینه، ولی این گوشی واقعا آداپتور خفنی داره که تو باکسش هم هست و خیلی زود میتونید گوشی رو باهاش شارژ بکنید. بخش بعدی بخش امنیته، جایی که حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر اپتیکال که سرعتش سرعت معقول و خوبیه، ولی موقع ست کردنش 10 بار باید انگشتتون رو بزنید نگرد دیتی تشخیص نمیده. اگر اون پارت ست شدن رو بذاریم کنار، سرعت خیلی خوب و مناسبی داره. سیستم تشخیص چهره دو بعدیش هم واقعا خوب و سریه، تو نور کم میتونه تشخیص بده ولی تو زاویه نمیتونه تشخیص بده، یعنی باید مستقیم روبروی صورتتون باشه که بتونه تشخیص بده. بخش بعدی بخش دوربینه، جایی که یه مقداری تمرکز هواوی انگار توی بخش دوربین این گوشی نبوده. یه سنسور 50 مگاپیکسلی اصلی داریم که کیفیت عکساش معمولیه،
تو این بازه قیمت معمولیه، یعنی نه خیلی خوبه نه خیلی بده. شما میتونید اگر وقت بذارید عکسای خوبی بگیرید. تنها ایرادی که من میتونم به دوربین اصلیش بگیرم اینه که یه مقدار داینامیک رنجش ایراد داره. رنگ‌ها تقریبا رنگ‌های خوبی ان، وایت بالانسش اوکیه، شارپنس و دیتیل مناسب و مطلوبی هم داره. توی نور کم میتونه عکسای خوب ثبت بکنه بدون حالت نایت مود، ولی یه ذره داینامیک رنجش یه مقدار خیلی کمی ایراد داره. اگر بخوام سنسور لنز اصلی رو مقایسه بکنم، رقابت این گوشی با A52S پایاپای، ولی 11 تی تو این بازه قیمتی باز دوربین بهتری به نسبت این دوتا گوشی داره. اما سنسور اولترا واید 8 مگاپیکسلی خیلی تعریفی نیست، اولترا واید معمولیه. یه سنسور تشخیص عمق 2 مگاپیکسلی داره که باعث میشه عکسای پورتره خوب ثبت بشن توی سوژه اصلی، یعنی رنگ و نور و شارپنس سوژه اصلی خوبه، ولی توی تشخیص سوژه اصلی از بک‌گراند پت میزنه، یعنی یه مقداری ایراد داره، بعضن نمیتونه درست سوژه رو از بک‌گراند جدا بکنه. یه سنسور 2 مگاپیکسلی ماکرو هم داره که ماکروهای یه لول بالاتر از فانتزی، خیلی خبری توی ماکروش هم نیست. در مجموع کیفیت عکاسی این گوشی با A52S رقابتشون خیلی پایاپایه، ولی A52S یه مقدار از این گوشی بهتره. اما 11 تی با دوربین 108 مگاپیکسلیش عکسای بهتری رو برای شما میتونه ثبت بکنه. بخش بعدی فیلمبرداریه که قابلیت فیلمبرداری 4K 30 فریم 1080 60 30 فریم داره. کیفیت تصویربرداریش مطلوبه، باز هم معمولی. کلن اگر بخوام راجع به بخش دوربین این گوشی صحبت بکنم معمولی. اما دوربین سلفی 32 مگاپیکسل واقعا عکسای شارپ و خوبی میتونید باهاش ثبت بکنید، اما بازم اون مشکل داینامیک رنج توش دیده میشه. یعنی اگر یه مقدار سایه روشنای عمیق و زیاد داشته باشید تو تصویرتون، توی دوربین سلفی و عکس برداری باهاش یه مقدار دچار مشکل میشید. اما اگر نور مناسب باشه و همه چی اوکی باشه، میتونید سلفی های خیلی خوبی ثبت بکنید. الانم به رسم یادگار یه سلفی میگیرم که بچه‌ها بذارن تو ادیت. واقعا دوربین سلفی خوبی داره، اگر که داینامیک رنج رو بذاریم کنار. توی رقبا هم توی دوربین سلفی به نظر من این گوشی رنگ یک، با اختلاف خیلی کمی A52S 11 تی تو دوربین سلفی یه مقدار کم میاره. بخش بعدی بخش سخت افزاره، جایی که یه پردازنده اسنپ دراگون 778G 4G میبینیم. همون پردازنده 5G توی A52S توی استفاده هایی که از گوشی میکنید تقریبا روون و خوبه، یعنی واقعا بدون لگ و باگ میتونید ازش استفاده بکنید و خیلی توی استفاده روزمره اذیتتون نمیکنه. توی بازی کردن هم میتونید با آخرین و بالاترین مودهای گرافیکی و FPS و این چیزا باش بازی بکنید و بدون لگ و باگ، یا بهتره بگم خیلی کم در حد ناچیز لگ و باگ، که تقریبا پردازنده این گوشی رو با A52S میذاره توی یه کفه. یعنی واقعا خوبن، جفتشون خوبن و توی این بازه قیمتی میتونن کارتون رو را بندازن اگر که میخواید کار سنگینم بکشید از گوشی. اما 8 گیگابایت رم و 128 گیگ حافظه، 256 گیگ حافظه داره که به نظر من 256 رو بگیرید اگر که میخواید کار سنگین بکنید، چون مموری کارت رو پشتیبانی نمیکنه. اما اون 8 گیگ رمش میتونه انتخاب خوبی باشه. در مجموع سخت افزارش واقعا خوبه و جواب کارو میده. اگر باز بخوام رقبا رو لول بکنم، این دوتا به نظر من A52S و نووا 9 ان، 11 تی یه مقدار پایین تره با پردازنده دایمنسیتی 1200 اش، اون 5G، ولی یه مقدار لولش از این دوتا گوشی پایین تره. رابط کاربری و نرم افزار گوشی های هواوی چند وقتیه که چالش شده بعد از تحریم های گوگل. الان روی این گوشی اندروید 11 و EMUI 12.5 همچنان از اندروید پشتیبانی میکنه، ولی سرویس های گوگل رو نداره. یعنی شما نمیتونید از جیمیل و اینها از اپشون استفاده بکنید یا یوتیوب و اینا، ولی میتونید از بروزرتون برید و لاگین بکنید و کارتون انجام بدید. راهکاری هم که هواوی برای این داشته استفاده از بازارهای دیگه مثل اپ گالری و بازارهای ایرانی و اینهاست، که شما بدون مشکل میتونید تقریبا الان دیگه اپلیکیشن های مختلف رو روش نصب بکنید. خیلی کم اپلیکیشنی باشه که شما نتونید روی این گوشی های هواوی که جی ام اس و سرویس های گوگل رو ندارن نصب بکنید. از بازارهای مختلف میتونید نصب بکنید و شاید مثلا توی اول کار اگر از یه گوشی دیگه‌ای که جی ام اس داشته بخواید بیاید رو نووا 9 یه ذره اذیت بشید، ولی به مرور زمان عادت میکنید و خیلی خلأ بزرگی نداره. ای ام یو آی 12.5 هم رابط کاربری خیلی باحالی شده، قابلیت‌های شخصی سازی مختلفی توش گنجونده هواوی که میتونید آلویز آن دیسپلی‌های مختلفو ست بکنید، سایز فولدرها رو میتونید عوض بکنید،
کلک‌های مختلفی داره که واقعاً کاربری باهاش رو یه ذره لذت بخش می‌کنه. قابلیت‌های شخصی سازی خوبی داره، ترکرهای خوبی داره، می‌تونید با گوشی ترک بکنید فعالیتتون رو، بخش باتریش و اصلا ظاهرش و شیپ و انیمیشناش واقعاً خوبه. اون نوتیفیکیشن سنترش و اون این بیزبیلک اینجا واقعاً خیلی طراحی باحالی داره و می‌تونم بگم که چیزی کم نداره. اما اون جی ام اس رو بعد با خودتون چالش بکنید ببینید که اوکی هستید باشه. من قبلاً یه ویدیو راجع بهش ساختم. بخش بعدی بخش اسپیکره، پخش موزیک همیشگی. بریم واسه موزیک همیشگی. یکی دیگه از نقاط ضعف این گوشی اینه که یه دونه اسپیکر داره، یعنی اسپیکر استریو نیست. بریم سراغ یه دونه اسپیکرش، واقعا خیلی صدای بلندی داشت، من به وجد اومدم. واقعا بلندی صدای مطلوبی داره، البته نه به اندازه استریو، کیفیت صدای خوبی هم داره. تفکیکش هم مناسبه، در مجموع اسپیکرش هم با این که مونوه ولی چیزی کم نداره، یعنی خیلی چیز بدی نیست. اما استریو بودن تو بازی کردن یه حس دیگه ای بهتون میده، مخصوصا که از دو طرف میتونید صداپا و این چیزها رو بشنوید. شاید این نقطه ضعف باشه. بریم سراغ جنبندی. قبلش ممنونم از نمایندگی هواوی که این گوشی رو برای بررسی در اختیار من قرار داد. اگر که قصد خرید این گوشی رو دارید میتونید با گارانتی 18 ماهه هواوی خریدش بکنید از فروشگاه های مختلف. بریم سراغ جنبندی، جایی که تو بخش طراحی یک بینول، واقعا گوشی خوش دست و خوش ساختیه، کیفیت ساخت مطلوبی هم داره. تو بخش صفحه نمایش حرف برای گفتن داره، جلو رقباش کم نمیاره. تو بخش باتری یه مقدار خیلی کمی تو شارژ دهی اون ظرفیت 4300 میلی آمپر ساعتی شاید ضعیف باشه، ولی اون شارژر 66 واتی تو جعبه میتونه جبرانش بکنه. تو بخش دوربین خیلی نمیتونه انتخاب اولتون باشه، یعنی اگر گوشی میخواید بگیرید که باهاش عکاسی و فیلمبرداری بکنید، این گوشی نباید اولویت اولتون باشه از نظر من. تو بخش سخت افزار حرف برای گفتن داره، خوبه. تو بخش اسپیکر هم میتونم بگم که اینجا هست، این معمولیه. اگر که استریو بود میگفتم که دیگه نقصی نداره. در مجموع خرید گوشی های هواوی الان که نمایندگیش هم توی ایران هست و پشتیبانی که داره میکنه دیگه خیلی مثل اوایل تحریم نیست، یعنی شما اندروید رو دارید، میتونید اپلیکیشن های مختلف رو نصب بکنید، اپلیکیشن های ایرانی مثل اسنپ و اینا روش کار میکنه و چالش خاصی نیست دیگه. اون بحث برند دیگه براتون مطرحه دیگه، یعنی طرفدار سامسونگ هستید یا هواوی یا شیائومی میتونید انتخاب بکنید. هر نکته ای که راجع به این گوشی بعد میدونستید و سعی کردم که تو این ویدیو بهتون بگم، توی کامنت ها از 1 تا 10 به این گوشی امتیازی بدید و بگید که تو این دعوای بین این بازه قیمتی شما انتخابتون کدومه، نووا 9 A52S یا 11T شیائومی. ویدیو بررسی ستاشون هم که گذاشتم. دم همتون گرم که تا این آخر با من اومدین. لایک و کامنت و فالو و سابسکرایب کانال یوتیوب فراموش نشه که باعث دلگرمی من هر چی دارم از حمایت تک تک شماست. مرسی از همراهیتون. بوس نکردم، چی رو فوت کردم؟ بای بای کات آقا، نار سرد شد.